عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم که این موقعیت رو به دست آوردم تا با یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام در خدمت شما عزیزان باشم. ضمن اینکه جا داره تشکر بکنم از حمایت هایی که از کانال میکنید، دونیت هایی که میگذارید، رضای عزیز، مهدی عزیز و سایر عزیزانی که محبت دارن و هر از گاهی با دونیت ها و سوپر تنکس های خودشون برنامه رو حمایت میکنن. برنامه امشب برنامه به نظر خودم برنامه بسیار جذابی خواهد بود، چون میخوام راجع به یکی از شخصیت های رسانه‌ای خارج از ایران صحبت بکنم باهاتون، فردی که شاید خیلی از شما با نام و چهرش آشنا باشید و میدونم که ابهامات زیادی پیرامون فعالیت حرفه‌ای او در فضای رسانه‌ای خارج از کشور وجود داشته و داره، که البته بخشی از اون برنامه‌ای رو که میخوام براتون بسازم به خاطره‌ای که خودم هم از این فرد دارم باز میگرده. خانم پانتها مدیری، یکی از فعالین رسانه‌ای در بریتانیا، کسی که روزگاری او رو در شبکه من و تو به یاد می آوردین، وقتی که در اتاق خبر در روزهای اولیه تأسیس اتاق خبر به قول معروف اجرای بخش خبری می پرداخت و همینطور پس از مدتی برنامه تونل زمان رو در شبکه من و تو اجرا کرد و چند سالی نگذشته بود که حضور خانم مدیری رو ما در شبکه ایران اینترنشنال داشتیم و اخیراً هم که صحبت‌های مبنی بر قطع همکاری ایشون با شبکه ایران اینترنشنال به گوش میرسه. خب خانم پانتا مدیری متولد سال 1350 در شهر کرمانشاه هستند. در یک خانواده نسبتاً فرهنگی ایشون رشد پیدا کردن، فرزند سوم خانواده‌ای بودن که دو پسر بزرگتر داشتن، اردشیر و کوروش، و پانتا هم که نام اصلیش نیلوفر بود در چنین خانواده‌ای متولد شد و رشد پیدا کرد. پدرش یک کارمند ساده سازمان ثبت احوال کرمانشاه بود، مادر ایشون هم از معلمین دبیرستان در دوران خودشون بودن و تا یک سالگی خانم پانتا مدیری، یعنی تا حدود سال 1351، به فعالیت تدریس خودشون در اون منطقه ادامه دادن. خب خانم مدیری تا سال 1360 به اتفاق خانواده در تهران، در ایران و در شهر کرمانشاه زندگی می‌کردند. پس از انقلاب، بعد از اینکه یک لیستی از نام‌هایی که با ساواک همکاری می‌کردند در مجموعه کتابچه‌های منتشر شد که فکر می‌کنم در سال‌های 58 و 59 این اتفاق افتاد، کلیه رابطین ساواک، کلیه نیروها و کارمندان ساواک و مخبرین ساواک همه از اسامیشون در کتاب‌های طبق حروف الفبا منتشر شد، که به هر حال پدر خانم مدیری هم مشخص شد که یکی از مخبرین ساواک در کرمانشاه به حساب می‌آمدن. به همین دلیل بعد از اینکه نام پدر در اون کتابچه ساواک منتشر شد، شرایط زندگی خانواده مدیری در ایران و در شهر کرمانشاه تغییر کرد. خانم پانتا که تا اون سال جزو شاگرد اولهای کلاس محسوب میشد، به دلیل اون نوساناتی که در خانواده شکل گرفته بود، میشه گفتش که تحت تاثیر قرار گرفت و درسش و اون میزان نمراتی که به دست می آورد به شدت نزول پیدا کرد. ضمن اینکه خانواده به این نتیجه رسیده بودن که ادامه زندگیشون در ایران و در شهر کرمانشاه ممکنه براشون دردسرساز بشه، خاصه به واسطه ثبت نام پدر خانم مدیری در کتاب ساواک. این شد که اونها تصمیم میگیرن که ایران رو به مقصد ترکیه ترک بکنن. مدتی در ترکیه هستن، بعد از اون ظاهراً مدت کوتاهی رو در سوئد و پس از مدتی به هلند مهاجرت میکنن. اما برادر بزرگتر خانم پانتا مدیری در سال 1987 به دلیل استعمال بیش از اندازه مشروبات الکلی جان خودش رو از دست میده، به نوعی اووردوز میکنه. و همینطور باید بگم که خود خانم پانتا مدیری هم در سنین نوجوانی و در ابتدای جوانی با گروه های سیاسی خارج از کشور فعالیت داره. در دوره‌ای گفته میشد که ظاهراً قرابت‌ها و نزدیکی‌هایی رو با سازمان‌های سیاسی چپ ایشون پیدا کرده بودن،
به ویژه زمانی که در سوئد بودن، چون میدونید که بسیاری از کردهای ایرانی که به سوئد مهاجرت کردن اینها عقاید به قول معروف چپ دارن و از چنین آموزه‌هایی پیروی میکنن. ضمن اینکه اخیراً در ماه‌های اخیر هم که اعتراضاتی رو شما در شهرهای مختلف سوئد میدیدید، بیشتر از هر گروه سیاسی ما نیروهای چپ رو میدیدیم. ضمن اینکه اگر اشتباه نکنم فوتبالیست بزرگ و قدیمی کشورمون که نامش هم یکی لحظه از ذهنم خارج شد، ایشون هم که سابقه حضور و عضویت در حزب توده رو داشتن در بین جماعت چپگرای تظاهر کننده سوئدی دیده شده بودن. نامش حتما اگر یادم اومد خدمتتون عرض خواهم کرد، پرویز قلیچخانی. بله، خیلی خوشحالم که نام آقای قلیچخانی رو به یاد آوردم. پرویز قلیچخانی که در دوران قبل از انقلاب به دلیل گرایش‌هایی که به حزب توده داشت دستگیر شده بود، مدت کوتاهی هم در زندان به سر می‌برد، بعد ظاهراً توبه کرد، تونست به فعالیت ورزشی خودش ادامه بده. اما پس از پیروزی انقلاب، ضمن اینکه حاشیه‌های زیادی هم برای پرویز قلیچخانی ساخته بودن، او ایران رو مقصد سوئد ترک کرد و چندین ماه قبل هم که تظاهراتی در سوئد برگزار می شد، آقای پرویز قلیچخانی در این تظاهرات در کنار سایر گروه های چپ با همون پرچم های قرمز رنگی که علامت داس و چکش و اینجور حرفا روش بود دیده شدن و باشون یه گفتگوی هم صورت گرفته بود. خب اما خانم مدیری به هلند رفت، به زبان هلندی و زبان انگلیسی تسلط کامل پیدا کرد. به هر حال ایشون فرد بسیار باهوشی بودن، رشته تحصیلیشون هم در مقطع کارشناسی ارشد حقوق رسانه بود که این در واقع این مدرک تحصیلی رو در انگلستان اخذ کردن. در هلند که زندگی می‌کردن پیشنهاد شد که به عنوان یکی از گویندگان رادیو زمانه مشغول به کار بشن. در آغاز حضورشون در رادیو زمانه حکم سردبیری رو دریافت کردن. در اون دوره بودجه رادیو زمانه رو یکی از در اصل میشه گفتش که نمایندگان پارلمان هلند تقبل که یعنی تصویب کرده بود که تقبل بشه. خب مدتی خانم پانتا مدیری در رادیو زمانه بودن، فعالیت داشتن، بعد از اون آمدن با بی بی سی به عنوان دوبلور و نریتور در اصل فعالیتشون رو ادامه دادن، به صورت پارت تایم جاب با بی بی سی فارسی کار میکردن و پس از شکل گیری و آغاز فعالیت های شبکه من و تو، ایشون به عنوان یکی از میشه گفت نیروهای اصلی و نیروهای جدی شبکه من و تو فعالیتشون رو در این شبکه آغاز کردن. همونطور که دوستانی که طرفدار و بیننده های شبکه من و تو هستن به یاد میارن، در اون سالهای اولیه یک اتاق خبر کوچکی رو شبکه من و تو دایر کرده بود. تعدادی جوان کنار هم می نشستن و با ادبیات بسیار روان که شاید اصطلاح تخصصیش رو اگر بخوام استفاده بکنم به شکل نرم خبر، یه سری از اتفاقات روز رو در قالب گپ و گفتگوهایی که با هم داشتن مطرح میکردن و راجبش صحبت میکردن. خب در ادامه خانم مدیری به برنامه ملحق شدن که تونل زمان نام داشت. برنامه تونل زمان رو اجرا کردن که بسیار هم برنامه موفقی بود که در دوران بعد از خانم مدیری، خانم سحر اگر اشتباه نکنم، این برنامه رو بر عهده گرفتن و اجرا کردن. خب من در همون دورانی که هنوز شبکه ایران اینترنشنال تأسیس نشده بود ولی اون فرایند تأسیس و ایجاد شکل گرفت و زیر ساختاش داشت آماده می شد، در فیسبوک یک پیامی رو از آقای حسن اعتمادی، پدر آقای رها اعتمادی، دریافت کردم. خب من اون زمان در روزنامه ایران مقالات تاریخی می نوشتم، یادداشت‌های تاریخی می گذاشتم و ایشون به من گفتن که اگر مایل باشید میتونیم با هم یک تماس تصویری یا تلفنی داشته باشیم. ما روی همون فیسبوک با هم یک تماسی رو داشتیم. آقای حسن اعتمادی در اون ایام سردبیر بخش خبر شبکه من و تو هم بودن. ایشون با من گفتن که من یادداشت‌های شما رو خوندم، قلم شیوایی دارین، مشخصه که به هر حال
یک تسلطی روی بخش خبر و خبررسانی دارید، اگر بخواید میتونید فعالیتتون رو در خارج از کشور هم ادامه بدید. من به یاد دارم که توی اون مکالمه که حدود ساعت 2 صبح هم برگزار شد، فکر میکنم در سال 95 یا 94 بود، اگر اشتباه نکنم 95 بود، من گفتم که آقای اعتمادی، ضمن احترامی که برای شما قائل هستم، و البته من نمیدونستم که آقای اعتمادی یک جریان سیاسی رو هم در اروپا دارن مدیریت میکنن، من بیشتر به واسطه آقای رها اعتمادی و عکس‌های مشترکی که با پدرشون داشتن آقای حسن اعتمادی رو میشناختم. من گفتم که آقای اعتمادی، درسته که من شاید نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی نقد‌هایی داشته باشم، نگرش خودم رو دارم، ولی این به اون معنا نیستش که من سلطنت طلبم یا پادشاهی خواهم یا احیاناً تفکراتم آن چیزیست که شبکه مناتو یا مدیران شبکه مناتو میپسندن. ایشون گفتن که نه، اینجا از آزادی کامل هر کسی برخورداره، بچه های ما هم قرار نیستش که همشون یه جور فکر کنن، حتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری که منظورشون انتخابات سال 1392 بود، گفت نه، تعدادی از بچه ها ترجیح دادن در انتخابات شرکت بکنن، مثلا با آقای روحانی رأی دادن، تعدادی گفتن که ما اصلا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسیم، بعضیا به هر حال ممکنه ایده و عقیده سیاسی خاص خودشون رو داشته باشن. نه، اینجا مشکلاتی که شما در حوزه آزادی بیان و آزادی عقیده در ایران دارید براتون ایجاد نمیشه. و ایشون در ادامه گفتن که یک شبکه دیگر هم قرار افتتاح بشه که کارهای زیرساختش داره صورت میگیره، که حالا به زودی ازش خیلی خواهید شنید. حتی در ارتباط با بودجه شبکه مناتو و اون شبکه تازه تأسیسی که هنوز حالا افتتاح نشده بود، یعنی همین شبکه ایران اینترنشنال، ایشون نکاتی رو گفتن. گفتن ببینید، شما اگر وارد انگلستان بشید میتونید در همون فرودگاه لندن اعلام پناهندگی بکنید، یا اینکه نه، اصلا اعلام پناهندگی هم نکنید، شما به صورت کاملا قانونی وارد انگلستان میشید. خانم مدیری، خانم پانتا مدیری که از فعالین شبکه مناتو هستن، یعنی در اون زمان بودن، ایشون یک شرکت مهاجرتی هم داره که، یعنی آقای اعتمادی گفتن ایشون یک شرکت مهاجرتی هم داره که کار به قول معروف صدور ویزا، پذیرش تحصیلی و کارهای مهاجرت خیلی از جوونا رو انجام میده. من با ایشون صحبت میکنم که با شما تماسی داشته باشن، یا بهتون میگم یک زمانی رو انتخاب بکنید با خانم مدیری صحبت بکنید و ایشون کارای پذیرش تحصیلی شما رو انجام بدن. شما به انگلستان میاید و اونجا من به عنوان به هر حال یکی از افراد زینفوز در شبکه مناتو میتونم این گارانتی رو بدم که شما در شبکه مناتو مشغول به کار میشید. اگر مناتو رو نخواستی، در بی بی سی هم این امکان وجود داره، در بی بی سی فارسی. یک شبکه دیگر هم هست که شبکه ایران فرداست که متعلق به آقای نوریزاده است و این شبکه جدید و تأسیسی هم به زودی افتتاح میشه که حالا در اونجا میتونید شما استخدام بشید. من از آقای اعتمادی پرسیدم که ببخشید، میتونم بپرسم بودجه این شبکه ها داره واقعا از چه طریق و طرقی هدایت میشه یا برقرار هست؟ ایشون گفتن که به هر حال بودجه که داره میاد یک بودجه کلانی است و بودجه شخصی و فردی هم نیست، یعنی بودجه است که داره از سمت یک سازمانی میاد. به من نگفتن از طریق چه سازمانی این بودجه داره تامین میشه، ولی گفتن یک سازمان بین المللی در اصل پشت قضیه هست. خب بعدها اسنادی منتشر شد مبنی بر این که بخشی از هزینه ها رو مثلا دولت اسرائیل تقبل میکنه، بخش دیگریش رو بریتانیا ممکنه تقبل بکنه و و حالا کاری نداریم به اون فضا و موضوع. خب من پیش از اون تنش‌های زیادی رو با بچه‌های مناتو پشت سر گذاشته بودم، به ویژه در فیسبوک نقد‌های زیادی کرده بودم بهشون نسبت به موضع‌گیری‌هایی که داشتن، و همیشه یک سوال اساسی رو از بچه‌های مناتو در فیسبوک می‌پرسیدم که بعد از مدتی باعث شد که بنده رو بلاک بکنن خیلی‌هاشون، و اون سوال اساسی این بود که آقا بودجه تلویزیونی شما داره کجا تامین میشه که بدون کوچکترین تبلیغی، بدون کوچکترین اسپانسری، یعنی اسپانسری که قابل شناسایی باشه، و بدون اینکه مدیریت مجموعه رسانه‌ای شما مشخص باشه که اصلا کی از کجا اومده چه شکلیه، شما دارید این برنامه رو، این شبکه رو اداره میکنید، رو به جلو میرید، و با وجود اینکه نزدیک به مثلا 2-3 سال گذشته هنوز
مشخص نیست که منبع درآمد این شبکه از کجاست. به همین واسطه خب خانم مدیری هم متوجه این تنش من با سایر همکارانشون شده بودن. بعد از اینکه آقای اعتمادی با خانم مدیری صحبتی رو داشتن، خانم مدیری ظاهرا بهشون گفته بودن که آره این فرد مثلا نمیتونه همگام و هم نظر با ما در رسانه هامون فعالیت داشته باشه، که آقای اعتمادی گفتن که به نظر میرسه که شما مثلا از نیروهای اصلاح طلب داخل کشور هستید، که من گفتم خیر، من نه اصلاح طلبم نه اصولگرا، و انتقادم هم نسبت به هر دو گروه و هر دو جناح هست و انتقاد گسترده تر هم نسبت به خود جمهوری اسلامی به عنوان یک هویت مستقل فارغ از جناح بندی های سیاسیش هست. اما انتقاد من به سیستم به معنی این نیستش که من هر آنچه که قرار باشه رسانه های اپوزیسیون بیان بکنن رو صفر تا صد بپذیرم یا هم نظر اونا باشم، و متاسفانه این یک مشکلی است که ما ایرانی ها داریم که فکر میکنیم اگر کسی مثلا داره حکومت پهلوی رو مورد نقد قرار میده الزاما حامی جمهوری اسلامیه، یا اگر کسی داره جمهوری اسلامی رو نقد میکنه الزاما مثلا طرفدار حکومت پهلوی. در بعضی از ایرانی های عزیز این نگرش وجود داره که سعی میکنن که همواره مثل استقلال و پرسپولیس این دو حکومت رو مقابل هم قرار بدن، در صورتی که شما میتونید دیدگاه دیگری داشته باشید، حتی تفکر و تعلق خاطر نسبت به یک سیستمی داشته باشید که این سیستم هنوز تجربه نشده. چون به هر حال ما گروه‌های سیاسی مختلفی رو داریم که بعضن در مواردی و در زمانهایی مسئولیت‌هایی داشتن یا با نگرششون کاملا آشنا هستیم یا با سازماندهی و چارت بندیشون در فضای خارج از کشور آشنا شدیم. اما ممکنه شما یک ذهنیتی از آزادی، دموکراسی و یک ایدئالی در ذهنت باشه که اون هنوز در قالب هیچ یک از نظام‌های سیاسی مستقر نشده و پیاده نشده. خلاصه من هم البته به قول معروف خیلی اشتیاقی برای پیوستن به این شبکه نداشتم. دلیلش هم واضح بود، به خاطر اینکه میتونستم حدس بزنم که ادامه مسیر شبکه من و تو یا حالا شبکه‌های دیگری که همسو با این سیاست‌ها پیش میرن به کجا ختم میشه، و متاسفانه همین اتفاقایی که من تصور میکردم به مرور زمان رخ داد. خانم مدیری در انگلستان مورد محاکمه قرار میگیرن به دلیل اینکه ایشون متهم میشن به قاچاق انسان و مشاوره غیرقانونی مهاجرت. از این حیث من این خاطره رو نقل کردم، چون در اون زمان ایشون یک مؤسسه مهاجرت هم داشتن که کارهای مهاجرتی بسیاری از پرسنل بعدی شبکه من و تو هم توسط ایشون اتفاق افتاده. بعد از مدتی فعالیت کردن در شبکه من و تو، خانم پانتا مدیری از این شبکه کوچ میکنه به شبکه جدید و تأسیس ایران اینترنشنال، و حتی سر از ایالات متحده آمریکا در میاره، یعنی ترجیح میده که ادامه زندگیش رو در امریکا پشت سر بگذاره. در شبکه ایران اینترنشنال هم یک برنامه ای رو ایشون دایر میکنه که البته اون برنامه هرچند که میشه گفتش که یک برنامه نسبتاً پرهزینه بود و یک استودیو بسیار بزرگ داشت، مدعوینی داشت که اونجا حضور داشتن، و اولین مهمان خانم پانتا مدیری هم فکر میکنم آقای رضا پهلوی بودن که آمدن در اون برنامه. سوالاتی مطرح شد، پاسخهایی داده شد. بعد از پایان اون گفتگو نقدهای زیادی هم به ماهیت اون برنامه وارد آمد، هم به نحوه کنشگری خانم پانتا مدیری به عنوان مجری اون برنامه، و هم به پاسخهایی که شاهزاده رضا پهلوی توی اون برنامه داده بودن. هرچند که به هر حال حامیانشون تمایلشون این بود که همچنان به شکل و شمایل دیگری شاهزاده رو مورد حمایت قرار بدن، اما خب اون برنامه از حیث اینکه بخواد تبلیغ افکار و عقاید آقای پهلوی باشه خیلی برنامه موفقی از آب در نیامد، و تقریبا هم فکر میکنم یکی دو برنامه بیشتر از عمر اون ویژه برنامه خاص نگذشته بود که اصلا متوقف شد، و خانم مدیری هرچند که داشت فعالیتش رو در ایران اینترنشنال ادامه میداد، ولی به نظر میرسید که بیشتر تمرکزش در پشت صحنه رسانه هست. ضمن اینکه خبر آمد که خانم پانتا مدیری آبستن شدن، حامله شدن و به زودی صاحب فرزندی خواهند شد. این در شرایطی بود که خیلی شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه پانتا مدیری
با هیچ مردی در ارتباط نبوده و اصولا گرایش خاصی به مردها نداره، بیشتر گرایشش به زنها هست و حالا حواشی دیگری که البته به نظرم حواشی زردی است، اما گفته میشد بسیاری از افرادی که یا پرسنلی که در شبکه منوتو و بعدها مثلا در شبکه ایران اینترنشنال مستقر شدن، اینها مثلا معشوقه های خانم پانتا مدیری بودن، خانم طناز خامه رو نام می بردن، خانم محشید رو نام می بردن که می گفتن اینها به واسطه اون دوستی و اون رابطه‌ای که خانم پانتا مدیری باشون داشتن تونستن مدارج ترقی رو در شبکه‌هایی که اسپردم طی بکنن. من راست و دروغ این قضیه رو کاری ندارم، خیلی هم نمیخوام بهش بپردازم، فقط از این حیث اینجا مطرح کردم که بخوام همه روایت‌ها رو داشته باشم. ولی من این رو نه تکذیب میکنم نه تایید میکنم، فکرم میکنم که اصلا موضوع خیلی جدی نیست که حالا ما بخوایم بهش بپردازیم، ولی از این حیث این رو گفتم که خب خانم مدیری ظاهرا ازدواجی رو تجربه نکرده بودن و حتی رابطه عاطفی رو با مردی هم به اون صورت نداشتن، ولی خب ایشون حاملی شده بودن و بعد مشخص شد که ظاهرا اسپرم ایشون با یک اسپرم فریز شده که انجمن اهدا کنندگان اسپرم در بریتانیا به ایشون اهدا کرده بودن، از اون طریق صاحب یک فرزندی شدن. الان هم فرزندشون فکر میکنم دیگه که 6-7 ساله فکر میکنم باشن، حداقل یک پسری دارن. پدر اون پسر هیچ موقع مشخص نشد که کیه، ولی از روی ژنتیک میتونن حدس بزنن که پدرش یک فرد، یک مرد اروپایی است. خانم مدیری در فضای مجازی خودش خب فعالیت‌هاش رو ادامه میداد، جدا از اینکه پشت صحنه شبکه ایران اینترنشنال هم بود، اما در کنار همه این اتفاقات سیاست‌های شبکه ایران اینترنشنال رو هم از یاد نباید ببریم. این خانم در شبکه‌ای داشت فعالیت می‌کرد که در 31 شهریور سال 1397 بعد از اینکه اون ماجرای رژه نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در ایران ترتیب داده شده بود، شاید عزیزانی که در خارج از کشور هستن خیلی از مناسبات داخلی رو متوجه نباشن، به واسطه آغاز جنگ ایران و عراق در 31 شهریور سال 1359، خب میدونید که جنگ آغاز شد، فرودگاه مهرآباد با اصابت موشک‌های مورد هدف قرار گرفت، اما پس از پایان جنگ یک بزرگداشتی از شهدا، جانبازان، اسرای جنگ در یک هفته‌ای که از 31 شهریور تا 7 مهر بود برگزار می‌شد که به عنوان هفته دفاع مقدس رو روش گذاشته بودن، یعنی سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق رو سعی کرده بودن به بزرگداشت مقام کشته شده‌ها، جانبازان و اسرای جنگ ایران و عراق بپردازن و معمولا در این روز خاص مقامات در شهرهای مختلف حاضر می شدن، به ویژه در شهرهای جنوبی، و از نظامی هایی که رژه می رفتن سان می دیدن. در جریان یکی از این رژه های گروه تروریستی آمدند عملیات تروری رو انجام بدن که البته عملیات ترور خیلی موفقیت آمیز نبود، هرچند که چند نفری متاسفانه مجروح و کشته شدند و پس از مدتی گروه الاهوازیون آمد و اعلام کرد که مسئولیت این عملیات با ما بوده و از اونجایی که پایگاه اصلی اینا اصلا در بریتانیا هست، شبکه ایران اینترنشنال تریبون به اون فرد داد تا بیاد راجع به این موضوع صحبت بکنه. خب این مسئله حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیون رو هم آشفته کرد که یعنی یک رسانه ایرانی بیاد به گروه تجزیه طلب الاهوازیون تریبون بده که بیان راجع به عملیات تروریستیشون حرف بزنن، چه معنایی میتونه داشته باشه این فضا، اونم در شرایطی که آقای رمضان‌پور معاون سابق وزارت ارشاد در دوران اصلاحات شده بودن سردبیر این رسانه. کاری ندارم، در هر صورت خیلی ها در اون زمان نقدهای جدی رو هم به کارکنان شبکه ایران اینترنشنال و هم خود شبکه وارد کردن. خانم پانتا بهرام فعالیتش رو ادامه داد تا سال 2022، تقریبا تا سال گذشته. در سال گذشته می‌بینیم و می‌دونیم که
آقای عبدالله مهتدی از لپلوپ اپوزیسیون آمد بیرون و به عنوان یکی از فعالین سیاسی تقریبا در همه برنامه های تحلیل محور شبکه ایران اینترنشنال به عنوان مهمان حضور داشت که میدونید ایشون به هر حال دبیر کل حزب کومله کردستان بودن و حالا وارد فاز حزب کومله نمیخوام اینجا بشم، ولی به هر حال نگاه استقلال طلبانه حزب کومله به ویژه اون دسته از اعضاشون که در عراق به سر میبرن همواره مطرح بوده و خود ایشون هم در مصاحبه های گوناگونش کجدار و مریض به این موارد اشاره میکرد، هرچند که وقتی که با شبکه مثل ایران اینترنشنال گفتگو میکرد خیلی واضح و مبرهن نگاه خودش رو بیان نمیکرد و از این حیث هم مورد نقد بعضی از اعضای گروه که خودش قرار گرفته بود. خانم پانتو مدیری از سال گذشته یعنی از اواخر سال 2022 قطع همکاری میکنه با شبکه ایران اینترنشنال و ایشون مطرح کرده بعد از مدت ها که بله من به دلایل خاصی که حالا مثلا فاصله گرفتن عقایدم از عقاید اون مجموعه رسانه‌ای بوده ترجیح دادم که قطع همکاری بکنم و الان یه کمپانی رسانه‌ای مستقل خودم رو میخوام ایجاد بکنم که در راستای دموکراسی و آزادی خواهی و چه و چه و چه برای ایران فردا گامهایی رو برداریم. خب این اتفاقات افتاد، یکی از مدیران ارشد رسانه ایران اینترنشنال هم در توییتی چند روز قبل بدون اینکه نام خانم پانتا بهرام رو بیاره نکاتی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه این خانم خودش نرفته و از ایران اینترنشنال خارج نشده بلکه به واسطه اهمال کاری ها یا مشکلاتی که داشته شبکه تصمیم گرفته که با ایشون قطع همکاری بکنه و ایشون در اصل مورد توبیخ قرار گرفته و باشون قطع همکاری صورت گرفت. ولی نکته ای که من میخوام راجع به فعالین رسانه‌ای خارج از کشور باهاتون مطرح بکنم اینه که خانم پانتا مدیری یا هر شخصیت دیگری، من فکر میکنم که هر آدمی این حق رو داره که نگرش سیاسی خودش رو داشته باشه، سبک و سیاق به اصطلاح میشه گفت سیاسی خودش رو مورد پذیرش قرار بده، راجبش اظهار نظر بکنه، حتی ایدئولوژی مذهبی خاص خودش رو داشته باشه. خب خانم پانتا مدیری یهودی زاده هستن، از یهودیان کرمانشاه بودن که الان چه دین و مسلکی دارن رو واقعا نمیدونم، آیا همچنان یهودی هن یا به دین دیگری باورمند هستن یا اصولاً به دینی باورمند نیستن، اینا رو من در جریانش در حال حاضر نیستم، ولی به اصالت خانوادگی اینها از یهودی های کرمانشاه به حساب میان و جدای از همه اینها میخوام این نکته رو بهتون بگم، هر جای دنیا که زندگی میکنید هر تفکر سیاسی که دارید و از هر باور مذهبی که برخوردار هستین اگر ایرانی هستین یا خودتون رو ایرانی میدونید هیچ موقع به کشورتون پشت نکنید، هیچ موقع به کشورتون خیانت نکنید. بحث نظام سیاسی و حکومت و این چیزها رو من کاری ندارم، شما میخوای علیه حکومتی قیام کنی حرف بزنی به خودت مربوطه، ولی در ارتباط با کشورت با کسی شوخی نکن، اجازه نده که افرادی که دم از تجزیه طلبی میزنن، افرادی که عملیات مسلحانه علیه جغرافیای مرزی کشور ما انجام دادن مجالی پیدا بکنن که در فضای رسانه‌ای که شما درش نفس میکشید حضور داشته باشن و فعالیت بکنن. من امیدوارم خانم پانتا مدیری با هر عقیده و نظر و ایدئولوژی که هست دلیل خروجش از شبکه ایران اینترنشنال سیاست‌های کثیف پشت پرده این رسانه باشه، رسانه‌ای که تا کمتر از یک سال و نیم پیش از سمت عربستان سعودی به گفته روزنامه گاردین حمایت مالی می‌شده و می‌بینید از زمانی که عربستان و ایران روابطشون روابط نزدیکتری شده از اون حالت دشمنی خارج شدن بودجه این رسانه تا چه اندازه کاهش پیدا کرده، استودیو کوچکتر شده و بهتون قول میدم اگر روابط سیاسی ایران و عربستان گسترش پیدا بکنه و روابط حسنه تر بشه حتی ممکنه بودجه این شبکه یعنی شبکه ایران اینترنشنال
حداقل اون بخشش که مربوط به عربستان قطع بشه، چون معمولا این رسانه ها رسانه هایی نیستن که یک کشور یا یک سیاست خاص پشتشون باشه. همون زمان آقای حسن اعتمادی به من میگفتش که حتی در ایران اگر انقلاب بشه، نظام شاهنشاهی بیاد روی کار یا هر نظام سیاسی دیگری مستقر بشه، شما فکر نکنید شبکه من و تو و ایران اینتر، حالا ایران اینترنشنال که میگم هنوز تأسیس نشده بود، ولی میگفت شما فکر نکنید شبکه من و تو تعطیل میشه ها، شبکه من و تو تا قیام قیامت هست، بودجهش هم داره توسط اون سازمانایی که پرداخت میکنن به صورت ریگ روان در اصل داره داده میشه و جاری و ساری هست همچنان در این شبکه. چرا که اون سازمان ها و اون ساختارهای امنیتی اطلاعاتی که بودجه این رسانه ها رو تامین میکنن، اینها به دنبال منافع بلند مدت خودشون در ایرانن، اونا به دنبال آزادی من و شما نیستن، اونا به دنبال حتی اینکه حکومت پهلوی رو بیان مستقر بکنن نیستن. کما اینکه خود آقای حسن اعتمادی در یک مصاحبه‌ای که منتشر هم شده، میتونید سرچ کنید و پیدا کنید، ملاحظه کنید، ایشون در مصاحبه اعلام کردن زمانی که سردبیر بخش خبر اتاق خبر شبکه من و تو بودن، آقای کیوان عباسی مدیریت رسانه من و تو، در اصل مدیر اجرایی اون رسانه، اعلام کرده بود که به هیچ عنوان از رضا پهلوی هیچ مصاحبه و برنامه‌ای رو در اتاق خبر منتشر نکن. میگم ما قبول کردیم و اینا، تا اینکه یه خبری منتشر شده بود حالا که ربطی به آقای رضا پهلوی داشت، خیلی هم در فضای عمومی و رسانه و اینا بولد شده بود. ما فقط به دلیل اینکه به هر حال دور نباشیم از فضای انتشار اخبار، آقای اعتمادی میگن آمدیم و یه تیکه از اون خبری که حالا راجع به آقای پهلوی بود رو هم کار کردیم در اتاق منوت. میگفت خود آقای اعتمادی میگه که من در همون طبقه اول ساختمان شبکه یک اتاقی داشتم، معمولا آقای عباسی موقعی که وارد مجموعه میشد یه سلام علیکی با من داشت به واسطه حالا پیشکسوتی که من در اون مجموعه داشتم. میگفت من یه روز داخل اتاقم بودم، دیدم آقای اعتمادی یعنی داخل اتاقشون بودم، میگفت دیدم که آقای کیوان عباسی با عصبانیت به من زنگ زد و گفتش که آقای اعتمادی مگه من نگفته بودم راجب رضا پهلوی خبر کار نکنید؟ حالا ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که یک شبکه‌ای رو اینها در آمریکا مثلا 3-4 سال قبلش داشتن هدایت می‌کردن، که بعد آقای کیوان عباسی ظاهرا درخواست میکنه از آقای رضا پهلوی که یک بودجه نمیدونم نزدیک به 10000 دلار 20000 دلار چقدر کمک هزینه بفرسته برای اینکه اینا بتونن امورات اون شبکه رو در لس آنجلس بگذرونن. آقای رضا پهلوی اون بودجه رو اختصاص نداده بوده، البته ظاهرا قرار بوده که این کارو بکنه، ولی اطرافیانشون مشاوره میدن مثلا میگن این کارو نکنید، که ایشون منصرف میشه و از اون زمان این رابطه شکراب شده بود. حالا نگاه به این چند سال اخیر نکنید که به هر حال دوباره نام آقای رضا پهلوی مطرح شد، و حتی شما دقت کردید همین چند ماه پیش هم که ایشون وارد ساختمان شبکه من و تو برای گفتگو شده بودن، مدیریت شبکه حضور پیدا نکرد، یعنی تمام پرسنل شبکه من و تو حضور داشتن بجز آقای کیوان عباسی، در صورتی که وقتی شما یک فرد رو به عنوان رهبر اپوزیسیون خارج از کشور دعوت می‌کنید به تلویزیونت، به عنوان مدیر شبکه موظف هستی بهش احترام بگذاری و خودت به استقبالش بری، نه اینکه مثلا آقای کسران یا نمیدونم آقای امید خلیلی رو بخوای بفرستی بره به استقبال آقای مثلا رضا پهلوی. یعنی میخوام بهتون بگم که تنش‌ها و تعارض‌ها و تضادها در بین فعالین سیاسی و رسانه‌ای آن سوی مرز هم زیاده. این تنش‌ها و تضادها چیز طبیعی، امر غیر طبیعی نیست، ولی اون چیزی که غیر طبیعیه اینه که ما بخوایم مجال بدیم به افراد تجزیه طلب، به افراد استقلال طلب و به افرادی که به هر قیمتی میخوان تن به تغییر بدن، حتی به قیمت اینکه ایران رو تجزیه بکنن. درسته تغییر در ایران یا انقلاب در ایران الزاماً به معنی تجزیه ایران نیست، منتها منوط به اینکه آدمهایی تن به این تغییر بدن، رهبرانی مدیریت کننده این تغییر باشن که جیره خور نباشن. این نکته ایست که من خیلی دلم میخواست راجبش با اتون صحبت بکنم، و اینم این که میگم جیره خور نباشن منظورم شخص خاصی نیستا، یعنی هر فردی رو که شما دیدین در هر قامتی، چه آخوند بود
چه کرواتی بود، چه پادشاهی خواه بود، چه جمهوری خواه بود، چه توده‌ای بود، چه چپ بود، چه راست بود، هر کسی رو دیدی دست گدایی دراز کرده برای اینکه پول بگیره تا کشورش رو بره آزاد بکنه، بدونید این یک جیره‌خوره، یک مزدوره برای اینکه بتونه زندگی خودش رو در اون فضایی که هست بگذرونه. مثل مسعود رجوی که کاسه گداییش رو جلوی صدام حسین دراز کرد، فرقی نمی‌کنه. هر فردی رو در قالب رهبر اپوزیسیون، در قالب نیروی اپوزیسیون، در قالب فعال رسانه‌ای اپوزیسیونی شما دیدید که کاسه گداییش به سمت کشورهای دیگه درازه، بدونید که اون آدم نه به درد کشورداری می‌خوره، نه به درد حتی مدیریت رسانه‌ای یک کشور. خب من خیلی زیاد صحبت کردم، البته جا داره به این نکته هم اشاره بکنم که علارغم شایعاتی که در ارتباط با زندگی خصوصی خانم پانتا مدیری مطرح شده بود، عکس‌هایی از حضور ایشون در کنار یک آقایی که گفته میشه همسرشون هست هم منتشر شده. دلم میخواست که وامدار حقیقت باشم و چیزی رو اینجا از قلم ننداخته باشم.